کاهش روبل روسی در دو روز اخیر خانواده‌های مهاجران کاری در تاجیکستان را نگران کرده است. شاه محمد علیف ساکن پایتخت صبح امروز مبلغ‌های ارسال کرده پسران مهاجرش را با قرب پایین رفته روبل روسی از بانک گرفت. زندگی خانواده او را دو فرزندی مهاجرش می‌چرخاند. وی گفت پسرانش در شرایط سخت و سنگین کار می‌کنند و با زحمت پول به دست می‌آورند. نبوشه پولی روسی را هم چیه هست، همون خیلی بود بگیری کاری تای بعد میمونش علیش میگی، دیگه جا در علیش میگی کاری تای بگی حاضر همه خیلی کرده گه چکار کنی خود. پایان شوی قرب روبل در روز 9 مارت اکثر ساکنان تاجیکستان رو هم غافل گیر کرد. اکن دو دارم روی میکنم و هیچی 32 پکوره میکنم. نزدیک 90% پول را مهاجران تاجیک با روبل روسیه به تاجیکستان انتقال میدهند. از سال 2016 با دستور مخصوصی بانک ملی این مبلغ ها را بانک ها تنها با پول ملی سامانی می دهند. روسیه در 12 سال اخیر مکان اصلی کار و درآمد 1 میلیون شهروند تاجیکستان شده است. کارشناسان هم به آن تاکید می کنند که تاثیر قطعی مذاکرات سازمان کشورهای صادرکننده نفت با روسیه به وضع مالی خانواده ها در تاجیکستان و هم اقتصاد کشور به تاثیر نخواهد بود. نه تنها 30% و بیشتر از اون پایین رفت. اگر 30% این ارزش نفت باشه در کار در سمت مهاجرت منتی در همکاری و این بیشتر تاثیر خودشون رسون. در بانک های تاجیکستان عین زمان 1000 روبل روسی با مبلغ 129 تا 132 سومونی ایواز می شود. هفته گذشته بر ایواز این مقدار 145 سومونی داده می شد. مهاجران تاجیک در سال 2019 به کشور بیش از 2.7 میلیارد دلار فرستادند که نسبت به یک سال پیش از آن 6.6% زیاد بوده است.